این اقدامی که جوانان ایران شروع کردن میشه گفت که در واقع این فرزندان ایران، این وارثان تمدن کهن ایران و فرزندان آیین پادشاهی تاریخ ایران، چون ما 2500 سال تاریخ داریم، حالا قطار از ریل خارج شده و فعلا استبداد دینی در ایران حکم فرما است، ولی وارث این تمدن همین مردمان هستند و همین نسل جوان فعلی. و اینها اومدن که از دوران زبونی، تحقیر، حقارت مکتب خمینیسم خارج بشن و این ارتجاع سخیف، نازیبا و وحشیانه رو به اتمام برسونن و نازیباترین و تاریکترین چهره ایران رو در واقع رنگ دیگه بهش بزنن. این کابوس ملت ایران هست. و افسوس که آغاز هزاره سوم در کشور ما با اصل جاهلیت شروع شد، یعنی یک مشت شبرو راهزن، شیخان گمراه قشری، سفسده کرد و پارسایان خرابندرون آمدند و با قطر ریش و عمامه آمدند و این نهضت تروریستی اسلامی رو در کشور ما به راه انداختند و مردم ما با این امید و اراده تغییر و در واقع هرچند بی‌پناه هستند و بی‌کس، از این دوران واپسگرایی 57 عبور بکنند و این ملایان مملو از تعصب و کینه و نفرت و انتقام در واقع جایی در ایران و پایگاهی در ایران نخواهند رفت، از بین خواهند رفت و ایران به چرخه تمدن باز خواهد گشت. منتهای مطلب، این فاجعه ویرانگر 57 عواقب داره و بینندگان عزیز و مردم ما بدونن که این راه راهی سنگلاخ، یک شبه نمیشه به دموکراسی رسید. و تازه اگر مردم ایران در این راه مثل کشورهای متمدن جهان موفق باشن که استبداد رو از بین ببرن، 1001 کار ناتمام بر روی خاک هست که به همت همین جوانان باید ساخته بشه. پس بنابراین خدمتتون عرض بکنم که فاجعه قرن ما اگر 57 بود، در شرایط فعلی که اینها آمدن و انقلاب قهقرایی تاریخ جهان که کشور رو به دوران قرون وسطا پرتاب کرد، جوانان باید تلاش بکنن که اون رو به چرخه تمدن قرن 21 برگرد و این شیوه مغول و تاتار ملای شیعه رو در واقع متوقف بکنن. این همت میخواد، همت بلند، اراده. بنابراین این حاله قداست جعلی ملایان هم از بین رفت و از این باید خوشحال بود، به ویژه برای نوجوانان و جوانانی که در شعارهاشون در واقع میان و این نیروی مخرب رو در ایران هدف گرفتن. این بسیار ارزشمند هست. در هر تحلیل جامعه شناسی و امنیتی هم این نکته بسیار حائز اهمیت و حاصل جمع حرفام اینه که اگر به پیکار اهریمن برخواستند و به پیکار با ابتذال، باید این اراده و پایداری و آهستگی و پیوستگی ادامه داشته باشه که کشور تخریب نشه و در واقع این چماقداران بیدین از بین برن. این به نظرم تنها توصیه دوستانیه که میتونم به این مردم ستایشگر زندگی بگم که به جنگ با سناخانهای مرگ برخواستند. و در اینجا من فکر میکنم مردم از این نظام واپسگرای تاریک عبور خواهند کرد، چون یک رستاخیز آگاهانه است که این مردم به خاک سیاه نشسته در واقع برخیزند و ماهیت واقعی خودشون که عظمت ایران بزرگ در عصر جدید هست رو در واقع به نمایش بگذارند و از پشت بام مدرسه علوی تا پشت بامی که امروز جوانان ما رو به پایین پرتاب میکنند، مردم بدانند که با این آهستگی و پیوستگی میشه این قبیله یأجوج و مأجوج و خار رو از بین برد. آرزوی موفقیت برای تک تکشون دارم و امید شادی در آن بزمگاه آزادی که با جوانان بشه در واقع آزادی میهن رو جشن گرفت.